خود جوان هستم در شبکه نسیم اینجا همه فرمایید. حالتون چطوره؟ عالی. و حال منم عالیه. حال خندونه تو خونه چطوره؟ عالی. انشالله. و حال خندونه پشت صحنه؟ عالی. بعضیا از راه دور اومدن، کلافه شدن، چند ساعت نشستن، شروع نمی کنیم، بچه گذاشتن اومدن، دیگه چاره نداریم، دست جمعی بلند میشیم میریم پیش بچه ها و جبران بکنیم، میریم برای اونا، اونا رو سرگرم میکنیم، بهشون خوش میگذره. به هر حال ببخشید، ایشالا که بهتون خوش بگذره. چاره نداریم، حرفه ما این کندی ها رو توش داره. خب دیروز پریروز به خاطر وضعیت کاریمون و اینها و شرایطمون دچار اضطراب هایی شده بودم، دلهوره و اضطراب و دلشوره و از این چیزا. زنگ زدم به دوستی که روانشناسه، گفتم چه کارایی میشه کرد؟ گفت حالا این که الان در لحظه بتونی یه کاری بکنی، خب یه کارایی میشه کرد. و گفتم اصلا چی؟ گفت یک تکنیک هایی داریم که با این تکنیک ها میشه تو اون لحظه شدت اضطراب آورد پایین تر. این خیلی مهم و مفیده، چون میدونین که اضطراب وقتی داشته باشید بالا بمونه، نگهش دارین یا عادت کنید به اضطراب داشتن، رسمن دارید به خودتون آسیب میزنید، آسیب جسمی ها، یعنی به قلبتون، به مغزتون، به جریان خونتون، به تنفستون، به کلیتون، به چشمتون، به همین آسیب میزنید. به علاوه این که اگر خدای نکرده مریضی هم داشته باشید اون هم شدت پیدا میکنه، چون سیستم ایمنی بدن، سیستم دفاعی و ایمنی بدن قدرتش کم میشه و مریضی قدرت بیشتری پیدا میکنه. بنابراین اصولا استراب که هممون تکلیفمون روشنه که چیز خوبی نیست، منتها اینکه دوچارش بشیم هم کارش نمیشه کرد، هست، انقدر گرفتاری مشکل زیاده که هست، ولی به هر حال خوبه که کنترلش کنی، یعنی تن ندیم به این، باور نکنیم به این که بابا دیگه من که استراب دارم دیگه همش. خب نه دیگه، خودت لااقل بیارش پایین‌تر، کنترلش کن، رضایت نداشته باش باهاش. یکی از چیزای بد اینه که آدم تن بده به مشکلاتش، یعنی بگی من که اینجوریه، من دارم مشکلاتمو، نه نداشته باشیم، کمش کنیم، کنترلش کنیم، مبارزه کنیم باهاش. حالا یه سری تکنیک یاد داد، گفتش که یکیش اینه که بری تو یه جایی که احساس امنیت میکنی، تو خونتون، تو ماشینه، تو کوچه، یه جایی، یه اتاقی که اونجا احساس آرامش داری، بشین و شروع کن نفس‌های عمیق کشیدن با شمارش و یه مکس هم بذار، یعنی بکش یه مکس، خالی کن یه مکس، بکش، نفس بکش بالا، دم مکس، بازدم مکس، مثلا 10 تا 12 تا 15 تا اینجوری نفس بکش، شروع میشه به آروم شدن، یعنی همه چی ریتمش کندتر میشه، هم ضربانت، هم فشار خونت، هم جریان خونت آرومتر میشه، تنفس آدم اینه. یه شکل دیگرش هم گفتش که اینه که مثلا اگه تو خونه ای یه بالش نرم و راحتی که داری رو وردار، خودت رو پتو پیچ کن، سرت رو بالشت، تو اون لحظه به نرمی اون پتوه و نرمی بالشت فکر کن و از اون شروع کن لذت بردن، هی به خودت بگو کمتر فکر کن از اون لذت رو. یه تکنیک دیگرش این بود که گفتش که احساساتتو کمرنگ بکن، یعنی چی؟ گفتش که همون لحظه حال بدی که داری روی کاغذ شروع کن نوشتن، ادبیاتش مهم نیست، شکل نوشتنت مهم نیست، دست خطت مهم نیست، شروع کن نوشتن، بنویس، چرا حالم بده؟ الان اینجوری هم، الان حالم اینجوریه، احساس میکنم دارم خفه میشم، احساس میکنم تمام فشارهای دنیا الان رو کله منه، احساس میکنم قلبم داره از قفس سینم میزنه بیرون، احساس میکنم هیچ کاری نمیتونم بکنم، الان احساس میکنم فلانم، الان هر چی دارید، بنویس. و بعدش اونو بذار کنار، انگشتای دستتو گفت باز و بسته کن، الان شما هم بکنی و اینجوری بیاریم بالا،
قشنگ بازو بسته کنی پنجتون رو. حالا اون میگفتش که انگشتای پاتو هم بازو بسته کن که الان تو کفش کار سختیه، نمیشه، نصف نیمه میشه اینجوری. و بعد میگفت چشماتو ببند، اگر یه شکلات داری یه دونه شکلات بخور. و بعد چشماتو ببند، آروم سعی کن که فشار اون لحظه رو کمترش کنی. حالا قطعاً یه عالمه دیگه تکنیک وجود داره و قطعاً این تکنیک ها مال اون لحظه است. اینا چیزایی نیستش که آرامش ما رو دوام بهش بده، ما باید جدیتر بهش نگاه کنیم. ولی برای اینکه اون لحظه رو بتونیم، اون فشار رو تحمل بکنیم، کم بکنیم و اوضاع روح و روان و جسممون آرومتر باشه، بهتر از این تکنیک ها استفاده کنیم. تکنیک خیلی زیاده. شادی برنامه رو میخوام تقدیم بکنیم اگر موافق باشید، اگه بذاریم، چون تبدیل شده به یه چیزی که تو حلق من میکشیم بیرون. بده من اونو. به تیم هندبال، تیم ملی هندبال آقایان که به شکل فوق‌العاده‌ای تونستن راه پیدا کنن به مسابقات جهانی هندبال. اصلا خود این واقعا یه تشویق اساسی داره. تبریک میگم بهتون، تیم ملی هندبال آقایان، تبریک میگم بهتون. یه دستم برای تیم ملی هندبال خانوما بزنیم. دمتون گرم. یه شب هم دعوت میکنیم ایشالله رفتین یا تو هر فرصتی قبل مسابقات بعد مسابقات تونستین تشریف بیارید به خندوان اینجا با هم معاشرت کنیم، کیف بکنیم. خب حالا بگید شادی برنامه امشب رو غیر از به هندبالیست های خفنمون دیگه به کیا بدیم؟ به کجاها بدیم؟ کیا؟ فیزیکدان ها. رای بدید به فیزیکدان ها؟ به فیزیکدان ها کیا رای میدن که شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم؟ خیلی خوب، به حد نصاب نرسید، دست میزنیم براش دیگه. دانش آموزهایی که حضوری میرن مدرسه، دست میزنیم براش دیگه. پیمانکارهای فضای سبز، فهمیدم اولا مهماندار شنیدم، مهماندارهای فضای سبز یه دستن توی چمن از آدم ها پذیرایی میکنن. بله. کارگرهای ساختمانی رای بدین. ای چقدر خوب، کارگرهای ساختمانی تصویب شد، خیلی خوب. استرس تو جزوشونی؟ راست میگی؟ کسایی که اصولا استرس دارن، استراب دارن، رای بدین. رای آوردین، رای آوردین. خب بچه های جاده ساوه به نظرم دست بزنیم براشون. به کسایی که واکسن نزدن و تشویقشون کنیم که بزنن. سب کنید، دست رای بدین. آره واقعا خواهش میکنم بزنید واکسن، بزنید. همه زدیم دیگه، من که فکرم 10 دوز داره زدم. میرم واکسن بزنید. نه تا همون 3 دوزمون رو زدیم. و خانم واقعا متوجه نمیشم، بذاریم بیام جلو. چی؟ شالیکاران گیلانی از الان کار شالیکاریشون شروع میشه تا؟ شالیکارهای گیلان که از الان کارشون شروع میشه تا شهریور. برنج نمیخورین نه؟ بچه ها دقت کنین، دارین با یه کسایی دارین الان بی خودی مخالفت میکنین، قضامونو دارن میدن. یه دقیقه صبر کن آقا، من میخوام از سهم خودم استفاده کنم و به شالیکارها رای بدم. رای بدیم به خاطر اینکه واقعا زحمت میکشن. بعد مهم، آقا برنج در جهان به هر حال غذای مهمیه. تیم بیهوشی کادر درمان رای. بچه ها بیهوش میکنن دیگه، به هوش نمیارن. یا یه جوری بیهوش میکنن همه رو میفهمیم. شما خودتون هم هستین؟ رای آوردین نه؟ آوردین. این شد 3 تا. بله. اونایی که از دنیا رفتن. دیدین اون شبی که به مناسبت
فاجعه پلاسکو خندوانه برنامه ساختیم دیدین آیا؟ ما تمام صندلی‌های خالی که یعنی کسی رو دعوت نکردیم، همه صندلی‌ها رو روش یه دونه کلاه ایمنی آتش نشانا رو گذاشتیم و به یاد اونا اصلا برنامه رو ساختیم. خیلی خیلی شب غم انگیزی بود، خیلی شب سختی بود، خیلی خاطره فراموش نشدنی و غم انگیزیه. متاسفم. برای بازمانده هاشون واقعا دست بزنید. بله. برای جناب خان حال خوبش، سلامتیش، موافقین؟ خیلی خوب. پس پنج تامون رو پر کردیم. هندبالیستا، کسایی که استراب زیاد دارن، درسته؟ سب کن. کارگرهای ساختمان ها، ساختمان ساز و ساختمان کی؟ شالیکارها و جناب خان و تیم بیهوشی. شش تا شد. قرار پنج تا باشه. گیمرها، من خودم به شخصه میگم گیمرها رو تشویق کنیم. موافقین؟ گیمرها خیلی آدمای خفنی هستند. من به جرأت میگم گیمرها برای آینده جهان تعیین کننده هستند. گیمرها کمک میکنن دنیا شکل دیگه پیدا کنه. گیمرها کمک میکنن که تکنولوژی شکل دیگه پیدا کنه. گیمرها خیلی آدمای مهمی هن. اصولا بازیکن ها، اونا که اهل بازی هن و اونا که بازی سازن، آدمای خیلی خفنی هن. دمشون گم، خودم هم جزو اونا هستم. به احترام همه عناوین و اسامی که گفتیم بلند میشیم و میگیم به افتخارتون. بفرمایید. گرم شدیم و میتونیم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون. بریم همون جوری که نشستین رو به اونجا بگیم بریم بیایم. 1 2 3 بریم بیایم. چیکو 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 یک دو سه بگم منم چهار پنج شیشه هم خانم تست صداه؟ بله بله. چرا مسخره میکنم؟ ببخش من یه ذره شوخ طبعم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خوبه. خسته نباشین، راضی بودین. صدا همینه دیگه، کارش نمیشه که. صدای من همینه که هست. حلقه که اینجا درست شده، من دقیقا یه خط اینجا این وسط بندازم. ببینید با انگشتم اینجوری یه خط این وسط ایجاد میکنم، یه خط کوچولو. همینجوری فشار بیارید اینجا، یه ذره میره تو. همه با هم 1 2 3 دست 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 به همین اندازه لوس. خانم این چه بساطی به پا کردین؟ ماجرا چیه؟ دیگه من هر جا هستم باید کاغذ باشه دیگه. آره. بعد اگه میدونید اذیت میشم اگه برم یه جایی کاغذ نباشه. واسه همین به ذهنم رسید که بیام دوباره کاغذ پخش بکنم و دورنا بسازن مردم. بله. و مثل سال گذشته 30,000 تا دورنای کاغذی. 30,000 دورنای کاغذی. بله. از کل ایران. آها. هر کی هر جایی که بود اعلام کرد، ما براش هر تعداد که کاغذ خواست ارسال کردیم و دورنا ساخت برای ما فرستاد. البته شاید براتون سوال باشه که مگه دورنا بلدن همه؟ بله این سوال پیش میاد که مگه دورنا بلدن همه. نوشته هایی که به دورنا هست، این کاغذ هایی که به این سازه وصل شده، هر کدومش از با دورنا های هر نفری اومده. دقت بکنید شهرهای مختلفه، البته اینا 30,000 تا نیستن دیگه، نماینده
دورناهای امسالم. بعدا روی متنشو بخونید، قرار شده هر کی دلنوشتهشو بنویسه این رو. مبدع این اوریگامی کی بوده به ما بگید فقط. کاش نداشته باشین. نه همینجوری سوال کردم. اون کسی که اولین بار توی چین فهمید چطور میشه از الیاف پارچه کاغذ تولید کرد. راز ساخت کاغذ که به ژاپن میرسه دیگه تموم همه چی. دیگه افسانه ها تلفیق میشه با کاغذ و این کولاکی که میبینید به پا میشه. و البته بهتون میگم همین دورنا یکی از سنتی ترین شکلای اوریگامیه که افسانه هزار دورنا داریم و ماجراها. نام او سیمرغ، سلطان طیور. سیمرغ کمال مطلقه، عزت مطلق. داناست، بیناست، زیباست. با همدیگه یه نشان کتاب دورنایی میسازیم. اونایی که میدونن بالون بیس چیه؟ بالون بیس بزنن. اونایی که نمیدونن ببینید، از سمت سفید کاغذتون یه زبدر روی کار میخوام. یعنی ببینید کاغذ رو یه بار اینجوری تا میکنم، بازش میکنم، یه بار اینجوری تا میکنم. اینا چیه رو دیوار خانم؟ شبیه کارهای شماست. ببینید هر جا که گوشه و زاویه دیدین یه جوری احساس شاید اوریگامی دست میده. بله، چون اوریگامی انحنا عموماً نداره، همش زاویه است. مثلا همین هر جای مثلث یا گوشه میبینید این حس میاد. بریم مرحله بعد. اینجا رو میزنم رو دستم، بزنید رو پاتون. اینو یه ضربه میزنم، این میره تو. اینو بیارید روش، اینم بیارید روش. یه چیزی اینه تو میگم آقای کریمی، این تفاوت ما آدم ها بر اون دی ان ای مونه دیگه، و دی ان ای با تاهایی که خورده ما رو متفاوت کرده. الان خیلی محاوره توضیح دادم دیگه. نه جالب، مثلا میگم چقدر اوریگامی مهمه. الان ببینید این دیوارا چقدر تا خورده. ها میشه به این تصاویرش دیگه. بله، و بله گوشه ها این تاها هم از نظر شما الان اوریگامیه. تفکر اوریگامی. مگه نمیدونید که اوریگامی یک پارچه است، تا برش نداره، چسب هم نداره. ماجرای امروز چی بود اسمش؟ سیمرغ شمایید. سیمرغ ماییم؟ بله، اگر یگانه شوید و یگانه شوید. و دیدم که دوستانی هم اینجا قطعاتی هم اجرا کردن. اون ارتباطش چی بود با ماجرا؟ مرسوم تو کل دنیا هزار تا دورنای کاغذی میسازن برای یک مناسبت خاص و اینها، ولی ما این اومدیم گفتیم به جای هزار تا 30,000 تا روی اونا رو کم کنیم. آره دیگه کم، ما ایرانیم. نه، سیمرغ عطار به نشانه اون سیمرغ و این همبستگیه، این اتحاده و اینکه اگه حال من خوب باشه حال شما خوبه، حال شما خوب باشه حال من خوبه. این حال خوبه رو اینجوری گسترش بده. خدا خیرتون بده. سلامت باشین. ان شاء الله که اوریگامی های بیشتری رو بسازین و همین جور جای جای مملکت اوریگامی آویزون کنین. خیلی ممنون، مرسی از شما. ممنونیم از شما. زنده باشین. حرفی، نکته ای، پندی؟ من یه درخواست دارم. نه دیگه. خواهش می‌کنم. بفرم. ببینید. آرزوی کودکیمه. شاید یه ذره مثلا نظر روانشناسی اشتباه باشه این حرفی که میگم، ولی خواهش میکنم لبخند بزنید. خانم این دیگه توقع زیادیه. خواهش میکنم، حالا یه بار امتحان. نه ما که تو خاندوانم داریم همین کار رو میکنیم، یعنی همین توصیه رو میکنیم. بله منم خودمون هم داریم تمرین میکنیم راستش. نیاز داریم همه اینو تمرین کنیم. چون شاید مثلا بگیم خب برای خودم الکی، من اینو بارها برای خودم لبخند زدم. ببینید حال رو خوب میکنم. لبخند بزنید. لبخند بزنید. مرسی. چشم. سعیمون میکنیم. ممنونیم از شما. موفق باشین. خوشحال شدیم. dan dan jidu yo bom bom de jame kolli khande arse shishande jame kolli khande arse shishande miliarde miliarde arse shishan miliarde 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 arse shishan miliarde hala jame khande hame mi dona chande hala jame khande chom dona chande هلا جمعه خنده، همه میدونن میشه خنده وانه، هلا جمعه خنده.
on there. خانم آقایون حالتون چطوره؟ عالی. خیلی خوب. الان از این شماره ها شما هم دارین. درسته؟ بله. 8 نفر رو انتخاب میکنیم. همجوری از این لا. تشریف میارین اینجا. اون بازی بلوف رو با هم میکنیم. اون که من توپو میندازم. اگه انداختم شما درجا میگیرین پسش میدین به من. من وسط را ممکنه یه نندازم. شما نباید هیچ واکنشی بدنتون نشون بده. هر کسی برنده شد خودش و 3 نفر دیگه همراهش تشریف میبرید یکی از تئاترهایی که الان رو صحنه است، مهمان خندوانه و تئاتر تماشا میکنین. خوبه؟ خیلی به نظرم خوبه. کاش منم میرسیدم باهاتون میومدم. یه شماره بکش. 77 43 96 13 1 68 38 100. شروع کن موسیقی شروع شد. هر دفعه هم نمیندازم اینجوری میکنه میگه اسمت؟ بهنام طلایی. دلایی. هم کجایی هستی؟ هم کجا خدمت میکنی؟ آذربایجان غربی ماکو. ماکو؟ تهران خدمت میکنی. پس میتونی با 3 از بچه های پادگان و جایی که خدمت میکنی با هم برین تئاتر ببینی نه؟ با هم بشین 4. دمت گرم. میخوام راجع به اسنووار این توضیح بدم خدمتون که شما محصول اسنووار که از فروشگاهش یا هر جا نمایندگیش خریداری میکنین لازم نیست دیگه نگران این باشین که الان اینو چجوری ببرم تا خونه یا مثلا حتی شهرتون یه جای دیگه است، از این شهر مثلا بزرگتر به این شهر کوچکتر میخواید ارسال بشه، نگران نباشین. این که وسیله پیدا کنین، وانت پیدا کنین، یه ماشینی که این رو ببره، بعد نگران این که این تو حمل و نقل و جابجایی و تو راه و اینا آسیب نبینه، زخمی نشه و اینا رو همه رو بذارین کنار. شما فقط خرید بکنید، همین. اونها میارن در به منزل رایگان تحویلتون میدن و این خیلی نکته مهمیه. برای اینکه اطلاعات بیشتر به دست بیارید، عدد 9 رو بفرستید به 3034-35 یا برید توی سایتشون snova.ir. اونجا همه اطلاعات خودتون بررسی کنین، همه توضیحاتی که دادن، همه نکاتی که گفتن، انواع محصولات، شکلشون، قیافشون، تنوع عملکردشون و و و و و اینکه قیمتشون چطوره و یک عالم هم فروشگاه دارن. ببینید فروشگاه نزدیک به شما کدومه، شماره تلفنش چیه. خیلی راحت همین کارا رو بکنیم. چاکریم، بریم بیاییم. خانم آقایون شما خیلی خوشگلین. مهمان امشب خندوانه یک دوست بسیار خوب و عزیز، بازیگر بسیار بانمک، بسیار دوست داشتنی و چندین جوایز داره در تئاتر، بازیگر تئاتر، بازیگر سینماست، بازیگر تلویزیونه، خیلی دوست داشتنیه.
توی فکر میکنم در چند سال گذشته کارهای باحال ازش دیدیم و او کسی نیست جز عباس جمشیدی. آقا قربونتون چاکرم، فدای شما. چطوری؟ عزیز دلی شما چطوری؟ قربونت برم. خوب. خوبی؟ بله خوشحالم تو رو میبینم. فداتون شم. منم مخلصم. خیلی معطل شدی ببخش. عزیز دلی نگو. قربونت برم. میخوام حال اول کنی بفرمایید. خیلی مخلصیم. سلام و عرض ادب خدمت شما. چاکرم. خدمت حضار و تمام بینندگان خوب خندبان. قربونت برم. چه خبر؟ داری چیکار می‌کنی؟ کار؟ الان سر دو تا سریالم. یکیشو میتونم بگم، یکیشو نمیتونم بگم چون هنوز خبری نشده. یکیش که سریال خوشنامه. خبری نشده، هنوز شروع نشده. نه شروع شده، هنوز خبرش پخش منتشر نشده. منتشر نشده بعد. یعنی هیچ جایی پخش و منتشر رو همیشه ایراد دارم. هیچ کس هنوز نمیدونه این پروژه داره کار میشه. یعنی ما که تو پروژه نیستیم. چرا میدونن ولی حالا نمیدونیم تو توشی؟ نمیدونیم کیا توشن. خیلی باشه. آره. ولی یکیشو سریال خوشنامه. ولی میدونیم این پروژه داره ساخته میشه؟ بله بله. خب قرار همون دیگه الان نه بعد بفهمید تو چی. خیلی خوب بگو. قربونتون برم عزیز دل. یکی سریال خوشنامه. سریال خوشنامه که احتمالاً اگر همه چی درست بشه، یعنی همه چی اتفاقا درست بشه، ما رمضان پخش میشه. ان شاء الله. احتمالاً. ان شاء الله. از شبکه یک. یک. بله. کارگردان علیرضا نجف‌زاده. کیا توشین؟ هومن حاج عبداللهی. خب میشناسینش؟ تقریبا. آقای لولا حمید لولایی. یه دست برای هومن بزنیم. هومن جاش خیلی خالیه، خیلی وقت نیومده خندوانو، بعد از گیسش بگیرم بکشم. من بهش نمیگم هومن دیگه، من پنگول صداش میکنم. پنگول چون از بچگی خاطره دارم. به هر حال آقای لولایی. آقای لولایی خانم. یه دستم برای آقای لولایی دیگه. خانم شهره لرستانی. خانم شهره لرستانی دیگه، برای همه‌شون باید دست بزنیم. خب خانم فریده سپاه منصور عزیز. به به. آقای سیاوش چراغی پور. به به. سیاوش دیگه بازیگر خیلی زیاد داره. خیلی زیاد. امیر غفارمنش عزیز دل. دیگه براتون بگم خانم نیلوفر رجایی فر. به به. بعد دیگه 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 همه رو نام ببرم؟ نه دیگه خوبه دیگه. تموم شد. چون ما افتادیم تو دست زیادن. خیلی طول میکشه دیگه. مهداد زیایی هم بگیم. سید مهداد زیایی؟ نه مهداد زیایی. اصفهانی. مهداد زیایی اصفهانی. مهداد زیایی. ما در بازیگری دو تا مهداد زیایی داریم. بل. یکیشون سید مهداد زیاییه که برای ما قابل تشخیص کدومه؟ بل. یکیشون مهداد زیاییه که الان بازم برام میشه گفت مهداد زیایی چاق، مهداد زیایی لاغر. لاغر. بل. آره چاق سید. بله. لاغره سید نیست. سید نیست. هر دوشون هم از رفقای عزیز و قدیمی منن، مخصوصا سید خیلی رفیق قدیمی، خیلی قدیمی. عباس دورترین خاطرت چیه تو زندگیت؟ تو زندگیت. تو زندگی از چی؟ هر چی دورترین خاطرته، اولین خاطره که تو ذهنت وجود داره مال چیه؟ مال کجاست؟ اولین خاطره‌ای که تو ذهنم وجود داره، اولین خاطره که تو ذهنم وجود داره جنگ بود. چند سالته؟ من متولد 59 هم و خیلی بچه بودم. خیلی مثلا فکر کنم 5-6 سالم بود. از اون عقبتر یادت نمیاد؟ نه از اون عقبتر نه. هیچی؟ هیچی. فکر کنم 5 سالم بود، نمیدونم. فقط اینو یادمه که موشک بارون بود تهران. بله من تو حیات خونه داشتم جوجه داشتم بازی میکردم با این جوجه ها. بعد یه دفعه یک صدای خیلی وحشتناکی اومد و مامانم به من یه دونه گرم کنه نو داد، چون که بحب. لازم شد که بله.
واقعا اونقدر ترسیدی؟ بله واقعا. آره. و بعد از اون، بعد از هر توجهی مادرم یه گرم کنه نو به من. خب من دیگه مصرف گرم کنه بالا خیلی, خیلی زیاد بود. بعد همیشه هم دوست داشتم مثلا قرمز باشه، میگفتم پس اگر میخری چند تا قرمزش کن چون که یه ذره. آره خیلی خب. آره ما اول برنامه راجع به این حرف زدیم که چطور میتونیم استراب هامون رو با چه تکنیکایی همون تو موقعیتی که هستیم کمش کنیم. تو آیا قلقی داری اگه دوچار استراب بشی؟ اینا چیکار میکنی؟ دوچار استراب بشم که سعی میکنم موسیقی گوش بدم. آها. سعی میکنم موسیقی گوش بدم یا اینکه همین موسیقی گوش بدم. قطعا موقعی که استراب خیلی دیگه زیاد میشه و نمیتونم دیگه موسیقی حالمو دیگه بالا پایین نمیکنه، زنگ میزنم مامانم. چه قشنگ. زنگ میزنم مامانم باش، یا زنگ میزنم بابام. بیشتر زنگ میزنم مامانم. زنگ میزنی بهش میگی مضطربم؟ نه. نه شروع میکنی باش حرف زدن. آره چه حال، چه خبر، چیکار میکنی؟ آروم میشی. بر غذا چی داریم؟ همینا. آره. چند تا بچه‌ای؟ من یه دونه خواهر دارم. بزرگتر کوچکتر؟ نه کوچکتر از کوچکتر. من. بله. البته باز هم همیشه احساس می‌کنم من کوچکتر از اونم. تو چه؟ نمی‌دونم. چون همیشه دوست دارم از همه مشورت بگیرم، شک دارم رو کارهایی که انجام میدم همیشه مثلا اینجوری. چیکار کنم؟ یکیشو بردار. مطلبی که روش نوشته راجبش گپ بزنید. نشون بدم؟ آره بگو. نوشته که آیا برای چیدن ظرف در ماشین ظرفشویی اصولی وجود دارد؟ خب جواب بدم. آره من ماشین ظرفشویی ندارم و هیچ وقت هم ندیدی؟ نه هیچ وقت هم ظرف توش نذاشتی؟ نه هیچ وقت، فقط دیدم که درشو باز میکنن یه چراغی توشه مثل این که، و یه چیزی دیدم میچرخه، یه چیزی عین پنکه است، نمیدونم چیه. از یه جا دیدم، نمیدونم یه جا فضولی کردم رفتم توی آشپزخونه یکی از این بستگان و دیدم یه چیزی داره توش میچرخه و هیچ صدایی هم نمیده. جالب بود. مثلا لباسشویی خب دارم، صدا میده عین هلیکوپتر، ولی ظرف میشوری؟ ظرف بله، تا دلتون بخواد. راست میگی؟ بله بله. آشپزی چی؟ آشپزی که آشپزی به شدت خوبه. ادعا دارم یعنی. ادعا داری؟ بله بله. چه خفن؟ بله. مثلا چی؟ من به جز فسنجون هر غذایی که بگین میتونم درست کنم. چی رو خیلی خوب درست میکنی؟ قیمه. عالی. عالی، درجه یک. تعداد بالا میتونی یا نه؟ آخرین قیمه ای که درست کردم و شما میتونید حدس بزنید حالا چقدر بوده. بر چند نفر؟ بله. هیئت و اینا بوده؟ هیئت نبوده، ولی خب یه جایی بوده که غذا درست میکردیم. یه جایی بوده مثلا که... برای چند نفر؟ 1200 نفر. نه بابا ما برای 1200 نفر قیمه درست کردیم؟ عالی. عالی که حالا نمیدونم، بالاخره کسی که میخوردن یعنی همونی میخواستی که شد. بله بله، یعنی همونی شد که میخواستی. البته اینم بگم اون دومی درست شد. نه اون قیمه‌ای که من درست، من فقط خورشتشو درست میکردم و برنجشو جواد درست میکنه. آها، چون جواد استاد برنجه. ببین میگفتم برنج، ببین نگاه کن نمیده دست نمیبردین بالا. بله چون برنج فله‌ای خیلی سخته درست کردنش، خیلی سخت. اصلا کل کاملا فرق میکنه با برنجی که تو برنجو درست نمیکنی به هیچ عنوان. من فقط نگاه میکنم. آها من نگاه میکنم. یعنی اگه قرار باشه مثلا دارم میگم بیای اینجا برامون یه خورش قیمه درست بل. بکنی برای تعداد بالا بل. که اینجا همه بخوریم بل. کیف کنیم، برنجشو درست نمیکنی؟ نه برنجشو آها. تعداد بالاشو درست نمیکنم. البته خورشش هم که درست میکنم، چون که همیشه شک دارم به همه چی و احتیاج به مشورت دارم، میگم عزت بیا اینو چک کن. آره چک کن، مزه کن ببین چه خبره. آره آیا کاری هست که از ترس انجام نداده باشی و افسوس بخوری؟ خیلی. مثلا همه چی. من کلن آدم ترسویم، به کل آدم ترسویم خیلی زیاد. یعنی یک جوری ترسویم که همیشه چراغای خونم روشنه. میگن ایشالله همیشه چراغ خونت روشن باشه. آره خدا رو سر هزار مرتبه شکر همیشه چراغای خونه من روشنه، چه صبح چه شب. نه فقط چراغای مثلا پذیرایی و اینا، همه چراغا، حتی چراغای بالکن روشن.
یعنی شما هر وقت مثلا از مصرف برقت همیشه زیاده، قبض برقت همیشه زیاده. خدا شاهده همه رو از این LED ها گرفتم که 7 وات 6 وات، کل این لامپ ها وقتی روشن میشه اندازه یه دونه لامپ 100 مصرف داره. چه جالب. اینو من بگم که این موقع سوء تفاهم پیش نیاد. و واقعا اگه خاموش بشه چیز میشی؟ میترسی؟ بله من از تاریکی میترسم. کیا دیگه مثل عباس ممکن از تاریکی بترسن؟ خیلی ها روتون. آره بشه اونها منو تنها نذارید. نه نه تنها نیستی. تنها نیستی. آره خدا رو شکر. آره. آره. نمیشه. آره دیگه. من فکر میکنم منم بچه بودم از تاریکی میترسیدم. بله. ولی دیگه هرچی گذشت کم رنگ شد تو. بله من هرچی دیگه... میگذره پر رنگ میشه. نمیدونم. یعنی به خدا یعنی که اصلا دکتر رفتم، پیش روانشناس رفتم. نه بابا. آره ولی هی میگذره، مثلا میگم دیگه 40 سالم شد، چراغ خاموش میکنم. گرفه روشن، پلم میشم میگم نه، بذار روشنش کنم، اینجوری بهتره. و یه سوال، مثلا اگه شب توی جای تاریک باشی، مثلا نه. مثلا جنگل. ببین اگه یک نفر دیگه کنارم باشه به هیچ عنوان نمیترسم. تنها باشی در تنها جنگل باشم. و تاریک میترسی؟ بله. میترسم. جنگل که اصلا تنها باشم نمیرم، چون پامو بذارم توش قدم سوم سکته کردم. ای بابا دور از جون. به هیچ عنوان تو جنگل اصلا تنها نمیرم. من از بچگی بابام گفته جایی تاریک تنها نرو. منم نمیرم. داری حرف بابا رو گوش میدی؟ همیشه. همیشه. هر شب. هر شب. عجب. بله. بعد اگه وقت کسی مهمونت باشه، یه وقت کسی همراهت باشه، بخواد یعنی اون بگه آقا چراغا رو خاموش کن جان عزیزم بس بخوابی. خاموش میکنم. آها. خاموش میکنم تنها باشم. آها کسی باشه؟ آره کسی خاموش باشه. آره. میخوابی. آره ولی تنها باشم به محض که اتومات یخچال تیک کنه، یعنی احساس میکنم 10 نفر الان تو خونن ولی من نمیبینمشون. متوجه این؟ به همین خاطر میگم خب چه کاریه چراغا بذار روشن باشه. الان جدیدن چراغ اتاق خواب روشن میذارم ولی چراغ حموم روشنه که نورش باشه. و دیگه چه ترسی؟ خیلی ترسای من عجیب غریبه. بگو بهمون. شاید خنده دار نمیدونم بگو. چرا ببین مثلا پشت فرمون نشستم دارم میرم، یه دفعه میگم نکنه لاستیک بتره، که میترسم بدون هیچ دلیلی. لاستیکا نو همه چی خوب روی آسفالت داره. روی آسفالت دارم میرم میگم نکنه بتره که. بعد حتی مثلا میزنم کنار یه نگاهی هم میکنم نه بابا سر جاشه. میگم خب پس برم اینجوری. یعنی از این ترسای عجیب غریب. پس تو همش بعد یا موسیقی گوش بدی یا با مامان بابا صحبت کنی. چون همش تو استرابی. نه استراب نیست دیگه. استراب میده دیگه. ترس. عادت کردم دیگه باشون. دیگه باشون بزرگ شدم. ترسا همینجوری کنارم هست، مثل مسائل خونه همینجوری هستم، کاری باهم ندارن دیگه. عجب. دیگه عادت کردم دیگه. چی اینجوریه دیگه. دیگه ترسامو بگم. آره. مثلا میگم غذا که درست میکنم، مثلا خودت مثلا مهمون منی. آره. غذا درست میکنم مثلا میشم میگم خب چه خبر چه حال چه خبر، میرم آشپزخونه میگی چیکار میکنی، میگم ببینم یه دفعه آبش خوش نشه. بعد حتی میگین انقدر توش آبه، حتی اگر یک شعله عظیمم زیرش باشه نیم ساعت طول میکشه تا این آب خوش شه. آره. انقدر دو دقیقه نرو. ولی خب من باز هم میرم میگم خب یه لحظه نگاه میکنم میگم نه خب بگو اینجور. این باز دوباره یکی از ترس. میگم همهشون خیلی چیز هم. و عجیبه که اون وقت یک شغلی داری که بازیگری خودش خیلی نگرانی توش داره. خیلی. و از پس اون چجوری برمیای دیگه؟ یعنی وقتی بازی میکنی همش نگرانی داری که الان خوب شد بد شد؟ نه 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 اون نمیدونم چی میشه. خدا رو شکر تو این زمینه یه ذره ترسا مثلا کم شده هستن، ولی بیشتر کاری با هم ندارم. مثلا این ترسایی که گفتم همیشه برام دستکون میدن، اونا یه گوشه کناری با میسن ولی دیگه دستکون نمیدن. خب هستن، فقط یه لبخند میزنن میگن هستیم ها. خب باره میدونم باش همونجا بس باش. آره جلو نه. آره جلو نه. آره چه با نمک. خیلی خب اگه یه بیلبورد خیلی بزرگ داشته باشی در یک جای عالی شهر که همه ببینن، روش چی می‌نویسی؟ رو بیلبورد بزرگ که توی جای شهر باشه، بزرگترین چیزی که می‌نویسم می‌ذارم همیشه عاشق پدر مادرتون باشه. همیشه عاشق پدر مادرتون باشه که تو هستی. من هستم.
امیدوارم سالهای سال کنار هم باشین، عزیزه داری، سایهشون بالا سرت باشه، تو هم بتونی ترسامو بذارم کنار، کمتر بهشون زنگ بزنه. آره خیلی خب، بریم بیایم و گپمون رو با عباس ادامه بدیم. رو به اونجا بگیم بریم بیایم. یک دو سه بریم بیایم. اگر تو هستی خسته بزن شبکه نسیم بسی، بزنه تو خنده فنه، زندگی خنده داره، هر ثانیه به ثانیه از ثانیه شست تفاونه کچه فاونیه چون فاونیه تو فاونیه عویبه به کنبره میندازد تو بلی با اینجا اینکه خوب شه حال پاس همه بگین خنده فنه خنده فنه اینجا دلا جوانه خنده فنه یعنی مثل رامبان جوانه رامبان جوانه انرژی میده همیشه چند سال خنده فنه اگه گفتی بیچی نمیشه معلومه خنده فنه این طرف داره دو آتیشه بدون تو نمیشه مرسی که هستی همیشه خنده فنه مشغول تو به کار نمیدونی بکنی چی کار بخندین هست فن کار اینا همه هست خنده دار اینجا هست خنده وانه شیرین مثل هنده وانه گرم مثل آشکند وانه بگو بگو خنده وانه بخند خنده وانه بخند خنده وانه بخند خنده وانه بخند خنده داره بخند خنده وانه بخند خنده وانه بخند خانم آقایان عباس جمشیدی فر مهمان خندمانه. خیلی خوش اومدید. شکرم. من میخوام الان این شماره هایی که دست منه دست شما هم هست یک نفر رو عباس از بین این شماره ها در میاره، هر کی شمارش در میاد میاد میشین اینجا کنار من و گپ سه نفری میزنیم با عباس با هم دیگه. با حاله؟ موافقین؟ قبل از این که این کارو بکنم، بله، یه دانیال داریم. دانیال شعبده بازه. بله میشناسین؟ خیلی خفنه، خیلی خفنه. بله واقعا. یه بار دیگه، خیلی خفنه، خیلی واقعا خفنه. بله. من دعوتش میکنم بیاد و ببین چه کاری میکنه. باشه آقا، چشم. دانیال کاظمی. سلام. 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 حال شما خوبه؟ و من بسیار خواهش می‌کنم. عزیزم، خواهش می‌کنم، بفهم. و من بسیار دانیال دوست دارم. منم همینطوره. مخلصم. سلام. سلام. حالتون خوبه؟ عالی. میخواستم امروز یه کار جالبی براتون انجام بدم. برای من؟ برای شما و همه. دستتون درد. خواهش میکنم. امیدوارم دوستش باشید. فقط میخواستم آیشه حسینی ممکنه یه لیوان آب به من بدین که اینا رو ما هیچ کنم دهن نزدید. من خوردم. حالا مشکلی نداره. آره مرسی. خیلی من خیلی من مرسی. واقعا کارهای عجیبی میکنه. خب من اینو میذارم. واقعا ببین من ببخشید هیچ ادامه بده بابا هیچ نه و بعد در که دارم حرف میزنم میخوام شما هم بله بله حواسم آقا جمشیدی میخوام اولا اینکه میشه به اون دوربین بگین که ما با هم دیگه چیزی هماهنگ نکردیم، از شما چیزی نخواستم که بله ما با هم دیگه چیزی هماهنگ نکردیم. صادقانه اولین باریه که دارم ایشونو میبینم. بله ما اولین باره که هم دیگه رو میبینیم و چیزی با هم دیگه هماهنگ نکردیم. میخوام قبل از اینکه شروع کنیم یه نفر از تماشاچیا رو، یه نفر رو که نزدیک بهتون باشه انتخاب کنید، هر کی که دوست دارید. شما اینجوری مطمئنین که تماشاچی هم با من همدست، یه نفر رو انتخاب کنید به من نشونش بدید. بله اون آقایی که چارخونه تنشه فکر کنم اسمش چیه؟ احسان. خب من یه کاری تو
دوران دبیرستان انجام میدادم برای دوستان. بهشون میگفتم که دو تا کلمه انتخاب کنن و من اون دو تا کلمه رو همیشه یکیشو 100% پیدا میکردم از دو تا کلمه. میخوام امتحانش کنم، خیلی وقت این کارو نکردم ولی میخوام امتحان کنم ببینم امروز دوباره میشه. میخوام احسان و شما جمشیدی، میخوام تصور کنید که دو تا کلمه رو نه صبر کنید، بهتون با این روشی که من میگم میخوام یک کلمه انتخاب کنم. میخوام تصور کنید یه بوم نقاشی سفید جلوتونه. خب تو هم همینطوره. یه بوم نقاشی سفید جلوتونه و توی این بومه میخوام تصور کنید یک شخصیت معروف، یکی که یا بلند نگید توی ذهنتون، یه آدمی که هممون بشناسیمش. میخوام بهش فکر کنید، بلند نگید احسان. میخوام تو یه کره زمین رو تصور کنی روی اون بومه. خب نقشه ایران رو تصور کن. حالا یه جایی از ایران رو تصور کن، بلند نگو توی ذهنت. ممکنه اینو نگاشه؟ من اینو اول تاش میکنم چون دو تا کاغذاتون میخوام شبیه همدیگه باشه. این خدمت شما. من مداد آوردم با خودم، این مداد خدمت شما. اون ورش لطفا صبر کنید احسان. میخوام تو هم این کاغذ، اینم مداد، تو هم اون جایی که انتخاب کردی وسطش بنویس، کسی نبینه. شما اون کاراکتری که اون شخصیتی که انتخاب کردید و حتما باید بشناسیمش. بله بله، یه شخصیتی باشه که مشهور باشه و آدم معروفی باشه. آدم معروفی باشه و همه بشناسنش. همه باید بشناسن. بله، اگه ممکنه روی اون کاغذ بنویسیدش لطفا. من نبینمش. از این برش. آره. احسان تو هم نوشتی؟ تاش کن رو همون خطی که من گذاشتم، تاش کن. آره عالیه. بیا اینجا. بعد از اینکه آقای جمشیدی نوشت، آقای جمشید شما هم وقتی نوشتی تاش کنی دقیقا روی همون خطایی که بهتون دادم. بله دوباره تاش کنید، بدیدش به احسان. احسان برو سر جات لطفا بشین. نه هر دو تا هر دو تا هر دو تا احسان بیا مال خودت هم بگیر. ترسناک شد واقعا. اینم بگیر ازشون. چراغا روشنه. برو بشه سر جات. لاستیکا پر باد. همه چی مرا. احسان میخوام دو تا کارتا رو ببری، کاغذا رو ببری پشت. قاطیشون کنی. میخوام خودت هم دیگه ندونی که کدوم کدومه. یکی از این کاغذا رو گفتم از دوتا یکیشو میتونم پیدا کنم. یکی از این دوتا کاغذا رو میخوام بدیش به من. اونی که به من میدین اونیه که حذفش میکنم. اونی که به من داده میشه قراره نابود بشه، قرار نیست دیگه ازش استفاده کنم. قبوله؟ اونی که نمیخوای رو بده به من. البته بگم ممکنه که بذارید من اینجا. خب من این کاغذا رو میکنم. دیگه داره خیلی ترسناک میشه. الان 50% احتمال داره که من کلمه‌ای که شما انتخاب کردید رو میسوزونم. 50% کلمه‌ای که احسان انتخاب کرده دارم میسوزونم. 100% انگشتم میسوزونم. خب قبوله؟ بله. پس یکی از کلمه‌ها رو بهم بردیم. میخوام احسان تو میشه اون کاغذی که انتخاب، اون کاغذی که پیش خودت رو بیاریش بدیش به آقای جمشیدی لطفاً. بله ممنون. آقای جمشیدی میخوام کاغذ رو توی مشتتون نگردید. برو بشین سر جات لطفا. نمیشه چکش کنم؟ نه صبر کنید. فعلا من اصلا بهشون دست نزدم. درسته؟ یه چیزی دارم حس میکنم. یه کلمه، یه سفیدی، یه آرامش، یه موج سفید آرامش. ربطی داره سفیدی؟ چیزی یادت میندازه به کلمه؟ ربطی داره؟ نداره. سفیدی ها؟ شما هم نه. میشه کلمه، میشه کاغذ رو توی این مشتتون نگردید؟ مشتتون نمیشه اینجوری نگردید؟ خواهم ببینم. خب اینم میتونم. مطمئن نیستم ولی به نظرم خب اینم میتونم پیداش کنم. پیانوان رو یه یواشش منو میترسونه. یعنی زنگ میزنم مامانم. نمیدونم که مکانه یا با اون چیزی که فقط با آره و نه، اونی که انتخاب کردید حرف گاف نه داشت یا نه؟ نمیدونم یه چیزه نه؟ نه گاف نه. بس این نه بودش. خدا کنه درست بگیرم. میشه میشه اون یکی دستتون اینجوری نگردید؟ من اینجا یه چیزی نوشتم دیگه، باید متحد به اون بمونم، نمیتونم عوضش کنم.
میشه اینو بدینش به من؟ کدوم یکی تونه؟ خسرو شکیب، خسرو شکیبایی مال شما بود. کلمه که انتخاب کردین خسرو شکیبایی بود. بله. میشه؟ میشه کاغذ رو ببینیم من روش چی نوشتم؟ سر خسرو شکیبایی. من از شما نخواسته بودم این کلمه رو انتخاب کنم. آقا چطوری؟ آقا مگه میشه؟ بذار یه کار دیگه امتحان کنم. هیچ وقت این کار نکردم ولی میخوام ببینم. احسان آجا میشه اینو به پایین نگشته؟ میشه برای اولین بار بگی کلمه‌ای که انتخاب کرده بودی چی بود؟ چی؟ مازندران؟ میشه اونو نشونش بدیم؟ خیلی ممنون. مرسی. مرسی. چطور بود؟ آقا عالی بود. برو دیگه. برو دوار. عالی بود. خیلی ممنون. آقا دم شد. واقعا. پرنده ها دارن پرواز میکنن. خیلی ممنون. خدافظ. دیگه دانیال دیگه اینقدر کارهای عجیب غریب میکنه. آخه یعنی چی؟ واقعا این کار ترسناکیه به نظر من. الان کیا فکر میکنن مثلا عباس و دانیال با هم هماهنگ بودن؟ بگید صادقانه. تو فکر میکنی واقعا نه، نه خدا شاهده، خودم ترسیدم اینجا. میگم آخه انتخاب بکنیم بچه ها، یک کسی از شما باید بیاد اینجا پیش ما بشینه و گفتگومون رو ادامه بدیم. بله، من همیشه طبق عادت از وسط برم. برو بریم. بله، شماره رو بخونم. آره؟ 59. شماره 59. سلام، بفرمین. چکریم. خب چکرم. قربون شما. چطوری؟ ممنون. اسمتون رو میگی؟ شاهرخ. شاهرخ جان. من و شاهرخ و شما به گفتگو ادامه میدیم. یعنی شاهرخ جان هم از این لحظه به بعد سوالهایی دارن، نکاتی دارن. آقا شاهرخ خیلی مخلص. قربون شما. موضوعی دارن، نقدی دارن، پیشنهادی دارن مطرح میکنن با عباس. بله. برو بریم. تو الان میخوای شروع کنی؟ یه ذره وقت میخوای. گریه میکنی؟ گریه؟ بله گریه کردم. نه کردی که، هممون گریه کردیم. الان گریه کنم؟ نه اهل گریه کردن هستی؟ بله 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 گریه هستی که آدم ها گریه میکنن. آره آخه بعضی اصلا سخت گریه میکنن. نه من راحت گریه میکنن. آره یه پخم میکنن گریه میکنن. راست میگی؟ بله. فیلم قصه‌دار غمگین تراژدی اینا میبینی گریه میکنی؟ بله گریه هم میگیره. بر خودت هم تنهایی گریه میکنی؟ تنهایی نه، حتما یکی باید باشه. دوباره میترسی؟ عجب بابا. نه واقعا مثلا تنهایی، چون که مثلا اگه یکی باشه بازم میگم، مثلا تو باشی مثلا میگم رامبو جان آره اینجوری شد اونجوری شد، یه دفعه گریه. بعد دل بده یکی به آره به موضوع دل رو بده. آره. بعد تو گریه رو آره. من گریه رو براش میام. عجب. اینجا قلقه چیه برای اینکه قصت کم بکنی؟ من معمولا هر وقت که خیلی قصه دارم به شدت همه به هم میگن بیش فعال میشی، چون کارهای عجیب غریب میکنم، شعر میخونم، چرت و پرت میگم، میخندم بی خودی، یعنی سر هر چیزی میخندم. این وضعیت یعنی دیگه قصه داری قشنگ؟ آره قشنگ. هر کس که خوب منو بشناسه میدونه که یک اتفاقی برای من افتاده، میگن آقا اینو ولش کنید، الان اینقدر بهش غر نزنید، این الان دیوونه شده به خاطر اینکه خیلی غم و قصه داره الان. آره. شاروخ تو تکنیک چیه برای کم کردن قصت؟ بیشتر سکوت میکنم معمولا، وقتی که یه مقدار نگرانی دارم یا
از چیزی ناراحتم معمولا بیشتر سکوت میکنم. آره. و دوروبری هم معمولا یه مقدار ناراحت میشن مثلا همسرم یا پسرم. ولی عادت شده، یعنی به محض اینکه از یه چیزی یه مقدار ناراحت میشم یه گوشه برای خودم میشینم یه مقدار سکوت، بعد نیم ساعت یه ساعت دو ساعت به حالت نرمال برمیگردم و شرایط عادی میشه. تحصیلاتتون در زمینه تئاتر و سینما شما آیه و مجرد به نظر میاد هستید؟ بله. چون که چجوری به نظر اومد؟ نمیدونم، حس کردم از زمانی که اومدن این آقا بهش نمیاد زن داشته باشه. یه آدم ترسو نه میشه خودش داره فکر کنه. این دلایل نبود ولی نمیدونم، حد زدم، فکر میکردم که احتمالاً چون گفتید معمولا تو خونه تنها هستم و چراغا چون اگه کسی متعهل باشه معمولا دیگه چراغا خاموش میکنم. این یعنی هوش. بله. و قصدشو نداری؟ قصد ازدواج دیگه؟ نه نداری فعلا؟ نه تا کی؟ نمیدونم. آها، اصلا نداری؟ نه بهش فکر نمیدونم. برنامه‌ریزی نکردی؟ نه اصلا هیچ برنامه‌ریزی براش ندارم. حتی معمولا ازدواج یه دفعه‌ای میشه، یعنی میگید برنامه‌ای ندارم ولی یه دفعه یه جایی یه مهمونی یه جایی یه دفعه میبینید. شما خودتون ازدواج کردی؟ بله، خانمم و پسرم پشت سر هم. پسر بزرگ گیمر داره. بله، اشاره که همیشه قربون شما زنده. بعد شما یه دفعه‌ای ازدواج کردید؟ دقیقاً یه دفعه‌ای. توی مهمونی بود. یعنی شما هم مثل من هیچ برنامه‌ای نداشتید؟ هیچ برنامه‌ای نداشتم. سن 27 8 سالگی. الان منو ترسوندی. دانشگاهم تموم شده بود. چرا؟ چون که وقتی اینجوریه یه دفعه دیدم همین فردا یه دفعه میرم ازدواج. میشه دیگه. بله. هیچ برنامه‌ای آدم نداره دیگه. میره بیرون یه دفعه میاد به مامانش میگه همسرت. بله. یه فیلمی که بخوای برامون تعریف بکنی که چرا ببینیمش و دوستش داشته باشی. هم اسم فیلم رو بگو هم چرا دیدنمون رو بگو. یه فیلمی که خیلی خودم خیلی دوستش دارم و به نظرم بی‌نظیره، خیلی هم قدیمیه این فیلم، 12 مرد خشمگین. به به، به نظرم بی‌نظیره، خیلی فیلم خوبیه. و اینکه چرا ببینیمش به این خاطره که هیچ وقت بدون آگاهی هیچ کس قضاوت نکنه. خیلی ساده است، خیلی موضوع ساده‌ای داره. همین کردی این کارو؟ قضاوت کسی رو بدون آگاهی قضاوت بله بکنی؟ متاسفانه بله. بعد فهمیدی اشتباه کردی؟ متاسفانه. چیکار کردی؟ هیچ، رفتم بهش گفتم ببخشید. داره شده پشت سر طرف قضاوتش کرده باشه بعد بفهمی اشتباه کردی؟ من هیچ وقت پشت سر کسی حرف نمیزنم. باریکالله. آره. هیچ وقت؟ هیچ وقت. چون بابام همیشه یک جمله‌ای داره و جمله شد من واقعا عاشقشم و میگه که حرف خودمونو بزنیم. به محضی که یک حرفی داره میره به جایی میگه آقا حرف خودمونو بزنیم. آره. الان تو این خونه راجع بقیه حرف نزنیم. آره، ول کن آقا، نشستیم داریم تلویزیون نگاه میکنیم، داریم غذا میخوریم، ولش کن خودمون. آره، چیکار داریم اینجوری؟ از این بچگی این جمله توی این عالیه ذهنم هست، یعنی تنها تو تاریکی نرو. بله. و راجع به خودمون حرف خودمونو بزنیم. آره، اینا حرفای پدره. آره. بله، که من واقعا دارم بهش گوش میدم. واقعا. البته خب چندین بار خب این اتفاق افتاده که قضاوت کنم ولی پشت کسی نبوده. حرف نزدم، دوست ندارم. تو هر جا دلت خواست ورود کنه، یعنی چیز نیستا، نوبتی نیستا، هر جا دلت خواست وارد شو و گپمون رو با هم بزنیم. شما تا حالا پشت کسی حرف زدی؟ نه، فکر نمی‌کنم که شاید تو دوران شاید خیلی گذشته بچگی نوجوانی زیاد تو دوران دوستی و فلان رفاقت‌های مدرسه‌ای و ولی تو این چند سال اخیر سعی کردم که اینجوری نباشه. منم معمولا آدم روکیم، سعی میکنم که بی‌ادب نیستم ولی آدم روکیم. نه، من کلا میگم مثلا مگرم مشکلی چیزی از طرف کسی باشه یا دلخوری چیز باشه سعی میکنم جلو روش بگم تا این پیر بخون پشت سرشون، سعی میکنم اینجوری باشه. من آخرین باری هم که حتی قضاوت کردم میگم یادم یک بازیگر به شدت دوست داشتنی هم بود که دیدمش باشم کار کردم و گفتم ببخشید منو ببخش من قضاوتت کردم. آها. آره. رفتی بهش گفت؟ آره مستقیم. اهل عذرخواهی کردن هستی؟ بله. تو چی؟ بله شدیدن. چون معمولا زیاد گم میزنم. میکنم حتما این کارم. میگه چون من زیاد گم میزنم. زیادم عذرخواهی میکنم. زیادم عذرخواهی میکنم. میگم اشتباه شد دیگه، حالا دیگه اتفاق افتاده. آره. کیا سختشون عذرخواهی کنن؟ بگی. سختتونه. ببین دقیقاً میگه چیکار کنیم سختمون نباشه؟
عادت بکنن به گند زدن و اسخایی کردن. چون من... این رو هی انجام بدیم. واقعا به خدا مثلا یه جواد همه یه کاراش حساب شده است، یعنی انقدر فکر میکنه به همه چی و بارها هم میگه تو چرا اینجوری، نمیفهمم مثلا چرا اصلا ما داریم با هم یه رفاقت میکنیم، حتی به اینجا هم میکشه از بس من گند میزنم. و یه بارم همین جدیدن دوباره یک اتفاقی افتاد، گفتم که آره اینجوری شد ببخشید. خب انقدر خونسرد نگو. گفتم خب چجوری بگم؟ خب ببخشید دیگه اتفاق. گفت ادای آدم های خونسرد رو در نیار. گفتم بابا اداشو در نمیارم، خب اتفاق افتاده ببخشید. تمام شد همین، بگه بیخیال شد دیگه، اشتباه شده. به همین خاطر خب میگم دیگه، اصولا کسایی که با من خیلی دوستن خب تو این همکارام میدونن، میدونن که من خیلی زیادی گرم میزنم و سریع هم میگم ببخشید، عذرخواهی میکنم. پس اینو، این رویه رو ادامه بدید، یعنی به راحتی آزمون خطا کنید. اصلا آدمیم دیگه، انسان جایز الخطاست، آزمون خطا کنید و به سرعت هم بگید ببخشید. البته یه دفعه نرین یه دفعه یه کارهای خیلی عجیب غریبی کنید بگید ببخشید. من کارهای ساده است، مثلا لیوان دوست دارم بزنم بشکونم، میشکونمش میگم ببخشید دوست داشتم بشکونم، شکست فد سرم. ولی خب آره، ولی کارهای خیلی ناجور که نه، اونو باید آسیب به کسی نمیزنی. نه نه نه، بیشتر به خودم آسیب میزنم، میدونی. تو خیابون دعوا کردی هیچ وقت؟ بله. آخرین بار خیلی سال پیش بود، خیلی سال پیش بود. آخرین بار از یادم 7-8 سال پیش بود. چی شد؟ تصادف شد، تصادف کردم و یه بنده خدایی داشت یه طرفه میومد، حالا منو ببخشه واقعا، البته خب اون یه طرفه میومد، داشت یه طرفه میومد، یعنی ممنوع داشت، بله ورود ممنوع داشت میومد. من داشتم مسیر خودم میومدم، یان دیدم اومد بیرون، تا اومدم ماشین رو جمع کنم زدم بهش، زدم بهش و اومد. اون چیز بود انگار طلبکار، عصبانی و شاکی، عصبانی بود. گفتم آقا، منم خیلی خونسرد گفتم آقا آخه تو یه طرفه اومدی قربونت برم. آخه گفت نه فلان. گفتم بابا نگاه کن ماشین چی شده. گفتم خب ماشین منم خسارت دیده، اون موقع 7-8 سال پیش یه پراید داشتم. بعد گفتم خب ماشین منم خسارت دیده قربونت برم، آخه نمیشه که. گفت نه. گفتم پس زنگ میزنم افسر بیاد دیگه، ماشینتو میخوابونه و خسارت منم میگیره، خسارت این میشه حدودا انقدر. گفتش که ندم چی؟ گفتم نده. یه قفل فرمون رو برداشتم و زدم این چراغ ماشینش رو شکنم، خودم به اندازه اینقدر بهت خسارت زدم یر به یر، حالا بیا برو. بعد دعوا شد، اومدن آه بعد این دعوا شد. بله بعد این دعوا شد، به از خونسری من عصبانی شد و وقتی هم اون عصبانی شد من هم عصبانی شدم، یعنی دیگه آره دیگه. بعدم روی همدیگه رو بوسیدیم واقعا، چون دیگه یر به یر شدیم. گفتم اگر بیشتر شده من یکی دو تومن اضافه بدم. گفت نه. از درست. خیلی خوب شاروخ، میخوایم از عباس خدافظی کنیم، اگه نکته داری بهش بگو. من خوشحالم از آشنایشون، بیشتر خوشحالم که از نزدیک دیدمتون و صحبت خواستی نیست. بازم خندبانی میای؟ وقتم محدوده ولی وقت کنی میای؟ صرف نظر از اینکه خیلی خوش میگذره، خیلی خوبه، یه دلخوری هایی هست که آره شاد بزن. ای بگو بهمون. بگم؟ آره آره. یکیش مثلا این که به ما تاکید کردن که 2:30 اینجا باشید و ما هم دقیق آن تایم 2:25 دقیقه اینجا بودیم. اما حالا یه سری کارهای مقدماتی هست دیگه، ماسک رو توضیح کنن و لباس رو فلا، حالا یه سری کارهایی که باید انجام بشه. ولی برنامه رو یه چیز حدود ساعت 6 بود، نمیدونم 6 و نیم، ولی یه 3-4 ساعتی شما منتظر موندید تا شروع نمیدونم یه مقدار دلخوری ایجاد میکرد، چون من برنامه هم یه طوری بود که حتی میتونستم صبح به کارم برسم تا ساعت 3:30-4 سر کارم باشم، 4 بیام ببرم. ولی به خاطر این مسئله حتی مرخصی گرفتم از 12:30-1 برنامه با پسرم همسرم برنامه‌ریزی کردیم که رأس 2:25 دقیقه اینجا باشیم. الان از اون موقعیت هست که باید عذرخواهی کرد. بله دیگه، من از تأخیری که کردیم عذرخواهی میکنم از همتون، از تو و از همتون. نه نه زیاد پیش میاد، بندم توی این تأخیر یه نه سهیم بودم، نه همه مسئولیت های این بمبگذاری رو خودم به عهده میگیرم. من عذرخواهی میکنم و هیچ یه ذره برنامه رو هیچ قولی نمیشه داد. نه واقعا نه،
حرفه ما انقدر وابستگی های متنوع و متغیر به چیزهایی داره که خیلیاش به خودش ربط ندارن، یعنی تو خود دایره مدیریتیش نیستن. مثلا واقعا امروز واقعا موضوع اصلا عباس نیست، ولی مثلا فکر کن که مهمان باید بیاد، مهمان هم آدم حرفه ما نیست، متوجه این که الان مثلا الان اگر دیرتر بیاد نمیدونم برنامه های ما به هم میریزه یا فلان، این زمانبندی ها مدام در حال تغییرن، از هر نظر، از خود من بگیر تا هر چیزی که ممکنه، تا یهو ممکنه مثلا مشکلات فنی ما همون روز یهو اتفاق میفتن و مثلا 2 ساعت طول میکشه اون مشکلات رفع بشه. به هر حال کار سختیه، حرفه ما یکی از نکاتش اینه که معطلی خیلی داره، خیلی داره. آقای رابرت دونیرو یه جمله‌ای داره، حالا اون آدم اون حرفه است اصلا، یعنی آدم حرفه است، شما تعهدی نسبت به این که الان چقدر معطل میشین چقدر معطل نمیشین تعهدی نداری بهش که بگی من معطل شدم خب حالا هرچ. ولی آقای دونیرو یه جمله‌ای داره، میگه که من پول میگیرم که سر پروژه منتظر بشینم. چی میگم؟ اصلا اینو داره تو خودش، متاسفیم ولی به هر حال ما بخشی از زندگیمون تو حرفمون منتظریم و این شکلیه. حرفه من نیست، تو اطلاعات نداشتم. تو کار چیه؟ حسابدارم و هم مدرس حسابداری هستم و هم اینکه خودم کار حسابداری انجام. و آدم منظمی هستی. فوق العاده. آن تایم. البته اینم گوش زد بکنم، این اصلا منظور به من نبود. نه. آره والا. چون گفتن که روز نه بابا تاکید کردم. هر روز همینیم. بله من یک روب دیر کردم. دقیقاً بله. بعضی وقتا زودتر میتونیم شروع کنیم، بعضی وقتا دیرتر شروع میکنیم، بعضی وقتا وسطش یهو فاصله میفته، بعضی وقتا دم آخرش یهو فاصله میفته. از این چیزا زیاد پیش میاد. من بر صورت از این که الان اینجا این خیلی تشکر میکنم از تو، از خانواده‌ات و از همه رفقامون، از عباس عزیزم. و اگر تونستی بازم بیا. حتما سعی میکنم. بازم بیا منتظر بشی. بیا. نه اونا که دیگه نه سعی نه دیگه بیا کاری نمیشه. این دفعه 4:30 میام. بعد میونی شروع شده. خیلی خوب. ما باید از تو خواهش بکنیم یه قول بدی. بله. که بیرون از اینجا یه کاری بکنی یه نفر تا چند نفر احساس خوشحالی کنن. بیرون از اینجا چقدر سوالتون سخته. میتونیم کمکت کنیم. بیرون از اینجا یک کاری تو پیشنهادی که... داری؟ الودا نمیتونم بگم ولی به نظر من خوشحال کردن آدما شاید با یک کار خیلی ساده هم خیلی آره اصلا آره این خیلی... خوشحالیه میتونی خوشحالی آره. انقدی باشه در اون لحظه لزوم ندارید یه جاهایی که حالا بعضی موقع حالا تمام تلاش ها میکنم میگم یه 7-8 سال پیشو تعریف کردم اگر هم حالا یک سری اتفاقاتی این چنینی بیفته تمام تلاشام میکنم ما دوربینمون بعد بیاد فیلم برداریش کنه به عنوان اینکه مهمونمون قول داد و به قولش عمل کرد نشون بده باشه نه فیلم برداری کنیم کیو میترسونید آقا نه بعد مشخص کنیم چی دیگه بگو باشه دیگه میگم که آقا اگر هم مثلا چه میدونم تصادفی پیش اومد اتفاقی پیش اومد برادر ما چه جوری واسیم تا یه تصادف خود زنگ میزنم بعد تو یه کاری بکنیم اون طرف خوشحال شه چیکار کنم نه خیلی اینا دست به دست بعد به هم بده یه اتفاقی بیفته بعد خدا نکنه تصادف بشه اگر بخوام واقعا حالا این یکیش سخت‌تره ها بگو اگر بخوام واقعا خوشحال بکنم یکی قول بدم اگه یه جایی منفجر شد نه خیلی دوست دارم که دوباره وقت کنم و این ذهنی که حساسه به نظر من اینو بذارمش کنار و دوباره یک بار دیگه برم کهریزک این اینجوری بگیم تو بگو که آقا من تا 1 ماه آینده بله. یا تا 2 هفته آینده این برنامه ریزی میکنم یا میتونیم حتی ما هماهنگیشو بکنیم که تو داری میری اونجا تو میری دوربین ما هم میاد اونجا یک ماه رو نمیتونم قول بدم ولی تا 2 ماه آینده قطع به یقین میاد 2 ماه دوره دیگه چون که سر کارم خیلی خوب آقا یه نصف روز میخوای بری 1 ماه آینده بله قول میدم هماهنگیشو میکنیم با خودت و با اونجا و اینا دوربین ما هم بات میاد اونجا 2 ساعت با هم وقت میگذرونیم معاشرت میکنین خوش میگذره به همتون و برمیگردیم آره خوبه آلیه. کهریزک میشه اون وقت کدوم بخشش سالمندان یا بخش سالمند سالمندان بله چون یه بار رفتم و گفتم دیگه نمیرم پیش خودم ها
گفتم دیگه نمیام اینجا. چرا؟ چون که خیلی ناراحت شدم. تو خیلی ناراحت شد. خیلی خوش گذشت. اونا خیلی خوشحال میشن بری. آره نه خودم خودم ناراحت شدم. اذیت شدم. یعنی که حساس شدم. باشه. لبخند بعد بزنی 10 ثانیه به دوربین. اولا دلت میخواد الان به کسی چیزی بگی؟ به کسی چیزی بگم؟ مستقیم؟ که بله بگو. چون خیلی از مادرم گفتم از پدرم میگم. مستقیم به خودشون بله. بگو. الهی من قربونت برم بابا، دستتو میبوسم، پاتم میبوسم، تو برای من خیلی کار کردی، خیلی خیلی زیاد، و عاشقانه دوستت دارم و میدونم که هنوز نتونستم و شایدم هیچ وقت نتونم کارتو جبران کنم. خب 10 ثانیه لبخند براشون میشموریم، از 10 میایم پایین. 1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 من و شاهرخ به اتفاق هم این تندیسی که خیلی هم دوستش داریم رو بخوای ببینیم چه وزین و خوشقد و قواره و اصلا به نظر نمیاد اینقدر اون وزین باشه. آره. وزنش واقعا آره واقعا وزن داره. من و شاهرخ این هدیه خندوانه رو تقدیمت میکنیم. دست شما دارم. لطفاً یه جایی بذار که ببینیش در بلد. کنار جوایز دیگه‌ای که گرفتی در زندگیت و انشالله همینجوری هم بگیری عزیز و بدون که به یادتیم. خیلی ممنونم که اومدی عزیز دلی فرادت و دمت گرم که آدم باحال، مهربون، همراه، رفیق، کمدین. قربونتون برم. انشالله که همیشه بدرخشی. برای شما، شما هم همچنین عزیز دلی. آقا ممنون، متشکرم. قربونتون برم. ممنون، متشکرم. عزیزی، شکرم. فعلا، خدا نگهدار. شکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. شاهرخ متشکرم ازت. از همه متشکرم. بریم برای یه خداحافظی. موافقین؟ چه کارهای عجیبی میکنه این دانیال. نمیدونم چقدر باور میکنین ولی واقعا هماهنگ نمیکنه. نمیدونم چی کار میکنه ولی هماهنگ نمیکنه. و یه چیزی بهتون بگم، از اونجا که من لذت میبرم از تماشای کارش، هیچ وقتم ازش نمیپرسم چه جوری این کار رو انجام دادی. بنابراین منم عین شماست وضعیتم. یعنی منم همینجوریم. تونست؟ نتونست؟ کرد؟ به درد خورد؟ باحال بود؟ موفق بود؟ نبود؟ چه جوری این کار کرد؟ و جذابه. اصولا دونستن این که چه جوری کاری رو انجام میدن جادوش از بین میبره. من فیلمم تماشا میکنم، با اینکه خودم سالهاست کارم همینه، فیلم که تماشا میکنم سعی میکنم که محاسبه نکنم چه جوری اون کار رو انجام دادن. بعداً به عنوان حالا اگه لازم باشه آدم کارشناسی کنه در میاره، ولی همین که اون جادوه اتفاق میفته آدم کیف میکنه. این خیلی بده. بعضی یعنی آدمایی که همش میگن اون کارو کرد، اونجا اون کارو کرد، این لذت نمیبره، همش دارن مچ میگیرن. اینجور آدم برن بازجو بشن، پلیس بشن، نمیدونم کاراگاه بشن، اونجوری بالاتره. به احترام مردم از ایران بلند شیم و بلند بگیم که مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی عزیزین. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. آرزو میکنیم که در کنار خانواده باشید، راضی باشید، پر روزی باشید، خوش روزی باشید و ایشالله که همه مریض ها از بستر بیماری بلند شن. نسیم و رو به اونجا میگیم شاد باشید. 1 2 3